وزارت خزانه داری ایالات متحده شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش انرژی ایران از جمله وزارت نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران را به دلیل حمایت مالی آنها از نهاد تحریم شده ی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. آریان ریزباف گزارش می‌دهد. استیون منوشن وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه گفت رژیم ایران از بخش نفتی برای تأمین مالی فعالیت های کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می کند. رژیم ایران همچنان حمایت از نهادهای تروریستی و برنامه هستهیش را بر نیازهای مردم ایران مقدم می داند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم با صدور بیانیه گفت ایالات متحده امروز مطابق فرمان اجرایی 13 224 چندین نهاد دولتی ایران و شرکت دولتی فعال در بخش انرژی ایران را که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت مالی کرده اند تحریم می کند. وزیر خارجه آمریکا افزود این تحریم ها شامل وزارت نفت، و وزیر نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و 21 شخص حقیقی، حقوقی و شناورهای مرتبط با ارائه فعالیت‌های حمایتی یا خدماتی به نیروی قدس است. بنابر بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، علی اکبر پور ابراهیم مدیر عامل شرکت نفت ایران در سوئیس که زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است، بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی مسعود کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نصرالله سردشتی رئیس شرکت ملی نفت کش ایران علیرضا صادق آبادی مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران توسط وزارت خزانه داری تحریم شدند. آریان ریسباف صدای آمریکا Washington.